کودکانی بدون کودکی که کودک کار نامیده می شوند. انسانهایی که نه تنها حقوق طبیعی و انسانیشان پایمال شده، بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی هستند و چیزی نیست جز یک معضل اجتماعی. بسیاری از کودکان مناطق محروم ایران از حقوق اولیه زندگی، از جمله آموزش و پرورش استاندارد، حق برخورداری از استانداردهای زندگی و مراقبت‌های بهداشتی و تفریح لازم و امکانات اولیه برای گذراندن دوران کودکی محروم می باشد. بار می فردی؟ بار؟ چنده؟ هزار؟ از اونتر حساب کن؟ 500. 500؟ به من میگن که کودک هستم، اما این کلمه رو نمیشناسم، چون اون چه که دیدم روزگاریه که دستم رو گرفته و کشون کشون من از کودکی دور میکنه. جایی میگفتن کودک ها آینده ساز مملکت هن، ولی مفهوم آینده برام روشن نیست، چون باید کار کنم و فرصتی برای فکر کردن با آینده ندارم. آرزوی بزرگی هم ندارم. به کسی گفتم آرزو دارم خونه‌ای داشته باشم با آب گرم برای حمام کردن و غذای گرم که سیر سیر بشم. در جوابم گفت آرزویت حقوق اولیه است که هر انسانی باید داشته باشد. آرزوی بزرگ چی داری؟ باور کنید من هم میخوام کودک باشم. توقع زیادی نیست که به جای کار کردم میخوام تحصیل کنم تا بزرگ بشم. راستش امروز میخواستم فریاد بزنم، فریادی که کودکیم رو و سهمم رو از این کشور مطالبه کنم. نمیدونم فریادم شنیده میشه، نمیدونم اصلا کسی درد منو میفهمه. اما کسان دیگه ای هم در حال فریاد زدن هم. چقدر آمدیم تو خیابانه رفتیم؟ تمام دنیا عیب کنه به اسمی برن. بعد تو خونه خودمون آقا بکر خودمون نیستن. من نون نبارم بخورم. من خرچی زنم از سمانه میتونم بدم. از چیبای خالی و اخراج از کار میگن. یکی از شرمندگی جلوی زن و بچهش میگه. چطور میخواد جواب بدید؟ کی مسئوله؟ چطوری بابا شما بفهمونیم؟ ما گرفتاریم؟ درد میفهمیم؟ رنج میفهمیم؟ چه بحث بگیم؟ زشته برای یه مرد گریه کنه؟ زشته ناله کنه؟ به خدا ما دیگه بریدیم؟ کسی هم از حقوق بشر میگه. حقوق بشر و حقوق شهر. حقوق بشر؟ نمیدونم چیه، اما اون رئیس جمهوره. از مهمترین خواسته های مردم ایران در طول بیش از 150 سال گذشته و به ویژه در انقلاب اسلامی سال 1357 بوده است. خانم ها، آقایان، در این بزرگترین تریبون بین المللی با صدای رسا اعلام می کنم صلح زیباست. روی کرد ما صلح خواهی و حمایت از حقوق ملت هاست. ما ظلم را نمی پسندیم و از مظلوم دفاع می کنیم. از صلح می گه، صلح جهانی، انگار برای خارجی ها سخنرانی می کنه. انگار نمی دونه که اینجا دارن کارگران رو کتک می زنن. کاش میتونستم بهش بگم اگر میخواد از حق صحبت کنه، حق ما رو هم در لحظه های کودکی فنا شدن محاسبه کنه.
و دونه دونه مرگ آرزوهامو بشماره و یکی یکی اندوه دل پردرد این کارگر رو حساب کنه. شاید، شاید باید خسارتی را به واسطه محرومیت ما از حقوق انسانی و اجتماعیمون بپردازه. بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی در ایران، تعداد کودکان کار بیش از 2 میلیون نفر تخمین زده شده است و این در حالی است که دولت ایران به مقابل نامه 182 سازمان بین المللی کار ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک متعهد شده است و بر اساس ماده 32 و 36 کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو متعهد می شوند که از کودک در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد حمایت کنند و انجام هر گونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد می‌کند و برای پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد جلوگیری شود. و دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه در اسفند ماه 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، اما در عمل پس از گذشت نزدیک به 4 دهه نه تنها برای رفع این معضل اجتماعی راهکاری اندیشیده نشده، بلکه هنوز آمار دقیقی در مورد این کودکان وجود ندارد. بررسی اجمالی و تطبیقی موارد کنوانسیون حقوق کودک با قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و وضعیت آنها در ایران نشان از فاصله زیاد بین واقعیات مشهود در ایران با تعهدات حقوقی و بین المللی آن در زمینه حقوق کودک و موازین مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی در این ارتباط دارد و به جای این که به اصل اجرای این تعهدات پرداخته شود، با ارائه گزارش‌های غیر واقع به مجامع جهانی کودکان در این روند استثمار می‌شوند. فراموش نکنیم که کودکان مقدمند بر هر مصلحت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.